من امیر پریاری هستم، 44 سالمه و 22 سال هستش که ازدواج کردم و خداوند به ما یک دختر 6 ساله هدیه کردم. من خب از زمین اسلام اومده بودم و اتومات مسلمان زاده بودم، اینطور میتونم بگم، و خب تو جامعه که زندگی میکردم، تو فرهنگی که ازش اومده بودم، باور به اسلام داشتم. یعنی در حقیقت خدایی که از طریق قرآن داره خودش رو معرفی میکنه و باور من هم در حقیقت همین. و از همون ابتدایی که وارد آلمان شدم، در حقیقت سال دومی که وارد آلمان شدم، من با عیسی مسیح آشنا شدم. ولی بر این باور هستم که یک نکته هایی رو یا یک در حقیقت نشانه هایی رو ما میبینیم، ولی یک نشانه هایی رو نمیبینیم. من بعد از اینکه ایمان آوردم، به یاد آوردم که کجاها از عیسی مسیح شنیده بودم، کجاها به من پیغام داده بود. میتونم به عنوان مثال بگم که من شاید 7-8 سالم بود وقتی که زمستون بود، نزدیک کریسمس، و اون موقع نمیدونستم که چه معنی داره. و مادر من به من میگفتش که مثلا فردا حتما برف خواهد اومد، و میگفتم تو از کجا میدونی؟ به من میگفت چون فردا عیسی مسیح به دنیا میاد. همیشه چون انسان بسیار پاک دلی بوده، انسان خیلی بیگناهی بوده، روز تولدش خدا برف میباره روی زمین. و من موقع نمیدونستم و سالهای بعد فهمیدم که این شاید یک نکته هایی بوده، یک در حقیقت دونه هایی بوده که توی فکر و ذهن من اینا کاشته میشد. بعد از اینکه آلمان اومدم، من کاملا اتفاقی وقتی که با یکی از من به همراه همسرم و یک خانواده جوان دیگه که اونا هم یک زن و شوهر بودن، ما داشتیم توی شهر کایزرسلاوترن قدم میزدیم و یک نفر یک پارچه سفیدی روی زمین انداخته بود و روش پر از کتاب بود. منم چون کتاب رو دوست داشتم، رفتم به سمتش که ببینم که چی داره. و اون شخص، اون موقع اصلا ما آلمانی بلد نبودیم، اون شخص به ما گفت از کدوم کشور هستید، و فقط تونستیم بهش بگیم که ما از ایران اومدیم. به ما گفتش که من برای شما یک هدیه ای دارم، و به هر کدوم از ما یک کتاب مقدس هدیه کرد. خواستیم پول بدیم، گفت این هدیه است، من پولی رو دریافت نمی کنم. یک کتاب مقدس به همراه فیلم عیسی مسیح. و اون زمانهایی که شاید ما به شدت تنها بودیم، به شدت غم غربت داشتیم و دور از خانواده بودیم، این هدیه‌ای که این شخص داد شاید ما رو به فکر انداخت. و ما گشتیم، یک کلیسای ایرانی پیدا کردیم، رفتیم کلیسا هر چهار نفر ما. و جالبه که اون روز اون دو نفر از دوستای ما ایمان آوردن، من و همسرم ایمان نیاوردیم. من به دلیل خودم، همسرم به دلیل خودش. و بعد از اینکه از کلیسا اومدیم، همسرم گفتش که من مایل نیستم که در حقیقت به این کلیسا برم. و بزرگترین شاید چالش برای من این بود که
عیسی رو به عنوان خدا وند صدا می کردن و من گفتم که نه، اینها هم یک فرقه متعصب هستن و پیامبر یا رهبر یا رسولشون رو در حد خدا پرستش می کنن، من نمیتونم بپذیرم. اینا رو با هم در میون گذاشتیم. من به خاطر اینها گفتم که نمیتونم بپذیرم، همسرم به خاطر اعتقادات مذهبیش گفتش که نمیتونم بپذیرم. بعد از 6 ماه، یعنی 6 ماه ما هیچ ارتباطی با کلیسا نداشتیم و هیچ تحقیقی حتی راجع به مسیحیت نداشتیم. بعد از 6 ماه یک روز که من سر کار میخواستم برم، با ماشین داشتم میرفتم سمت کارم و صبح زود بود، خورشید افتاده بود روی در حقیقت اون مسیری که من داشتم میرفتم و رو به خدا کردم و گفتم اگر حقیقت هستی و اگر حقیقت اون چیزی هستش که من تو اون کلیسا شنیدم، به من یک نشونه بده. دقیقا یادمه روز شنبه بود و بعد از اینکه به محل کارم رسیدم، همسرم با من تماس گرفت، گفتش که امشب ما مهمان داریم، پیش ما خواهند بود و فردا که روز یک شنبه است میخوان برن کلیسا. این افراد کیا بودن؟ همون دوستای ما که 6 ماه قبل ایمان آورده بودن و تو این 6 ماه اونها در حقیقت دوره های مسیحیت رو گذرانده بودن و آشناتر شده بودن به باورهای مسیحی. این دعایی که من بین من و خدا بود با هیچ کس در میون نذاشتم. اونها اومدن با همدیگه بعد از ظهر شنبه رو گذروندیم. روز یک شنبه بود، ناهار میخوردیم که اونها برن به کلیسا و ما هم در حقیقت چه خونه بمونیم و در حقیقت از یک شنبه همون استفاده بکنیم. و سر ناهار در حقیقت نیم ساعت بود که اونها باید میرفتن، بدون اینکه من بپرسم این دوست ما شروع کرد به توضیح اینکه چرا عیسی الوهیت داره. و دقیقاً سوالی که من از خدا کرده بودم، کمتر از 24 ساعت خداوند به من جواب داد. و تایید دوم برای من کجا بود؟ جایی که بازم بدون این که من از احساسم بگم و از اون فکری که توی ذهن من داشت در حقیقت میگذشت، همسر من گفتش که امیر، من یه خواهش دارم که میشه ما هم امروز بریم کلیسا. و این تایید دوم برای من یک در حقیقت نشانه بود، اینکه پس یک حقیقتی هست، تو با کسی روبرو هستی که فقط در آسمان نشسته، بلکه با کسی که تو باهاش روبرو هستی و تو باهاش میتونی ارتباط بگیری و تو میخوای ازش خودش رو به تو بشناسونه و این کارو خواهد کرد. بعدها یاد گرفتم که چطور شاید اون توما شاگردی که شک کرد، خداوند آری از این نداشت که روبرو اون بیسته، دستاشو باز بکنه و بگه که توما بیا و ببین که من همون هستم. و اینجا بود که وقتی که اون روز ما رفتیم کلیسا، هر جفت ما دعای توبه خوندیم، کشیش کلیسای ما برای ما دعا کرد و ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح. و از اون لحظه به بعد، از اون روز به بعد، تغییرات به شدت توی روابط ما، توی زندگی ما، توی اخلاقیات ما، توی در حقیقت باورهای ما، این تغییرات شروع کرد یکی پس از دیگری خودش رو نشون دادن و به شدت این شیفته این خدایی شده بودیم که خودش رو بر ما مکشوف کرده بود. و غیر از اون، این محبت رو نه فقط در این خدا دیدیم، بلکه در کسایی که به او ایمان داشتن، در کلیسا، در جامعه‌ای که در حقیقت به این خدا باور دارن.
من به شدت روی این در حقیقت باور اعتقاد دارم که انسان شبیه خدایی میشه که به اون باور داره. و وقتی که تو خدایی رو پیروی میکنی که این خدای محبته، پس در کسایی هم که او رو پیروی میکنن تو این رو نشانه هاش رو میتونی ببینی، حالا در بعضی ها کمتر یا بیشتر، ولی میتونی ببینی. و به شدت ما این محبت رو نه فقط از طریق خدا بلکه از طریق ایماندارهای مسیحی هم دیدیم. و من یک جوری که انگار که مثل یک اسفنجی که آب رو در حقیقت میخوره، مثل یک زمین خشکی که یک بیابانی که هر چقدر آب میریزی به خودش میگیره، من وجود من انقدر تشنه خدا بود و شروع کردم به خوندن، شروع کردم به تحقیق کردن، شروع کردم به سوال پرسیدن. و خدا دیدم که چطور واقعا فروتنانه از طریقهای مختلف، از طرق مختلف سوالهای منو جواب میده. و رفته رفته در حقیقت این پروسه ایمان رو خدا در کنار ما ایستاد و تا به امروز هستیم. من میگم تقریبا بیشتر از 22 ساله که من و همسرم به خداوند ایمان آوردیم و امروز هم افتخار داریم که او رو و کلیسای او رو خدمت میکنیم.